از دانشجویان عزیز که تو کلاس حضور دارن کسی هستش که با تحلیل تکنیکال یا آشنایی کلی داشته باشه؟ خیلی سوال پیچیده ای نمیخوام بپرسم. ببینید، ما رفتیم سراغ سایت تریدینگ ویو و خدمتتون عرض شود که دیدیم که مثلا این تحلیل تکنیکال، این خط و خطوط رو میکشن و بر اساسش اینجا میان یه تحلیلی می نویسن، میگن که حالا من پیش بینی میکنم انقدر بره بالا انقدر بیاد پایین. و خب دیدیم که چجوری هم میتونیم از این سایت استفاده کنیم. یکی دو تا نکته داره که حتما میخوام بهتون بگم که ازش بعداً استفاده ببین، هرچند که این تیکه کاربریه میره تو دوره معامله گریه، ولی خب من میخوام فقط شما ذهنیت داشته باشین به مسئله. خب تو این خط خطوطه، من یک 23 ساعت قبل اسپنسر نون که مربوط به یه اکانتی مربوط به یه ونچر کپیتال در مورد کریپتوکارنسی اومده یه تحلیلی نوشته از آینده قیمت بیت کوین. من این لینک رو، این توییتره، من اینو میذارم اینجا. شما بعداً باید قاعدتا با این روش هایی که بلدین، داستان دسترسی داشته باشید این سایت هایی که مسدود شده، از اون استفاده کنید که بتونید اینو ببینید. اومده 11 تا دلیل گفته که من پیش بینی میکنم قیمت بیت کوین تازه اول راهشه. دیدین دیگه، امروز یه ATH دیگه یعنی رشد خوبی داشت و اینکه تو تایمی که بیت کوین داره رو 36 بالا پایین میکنه، حالا اونم به موقع رشدش رو خواهد کرد، شروع میکنه. اتر داره خودش رو نشون میده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ این شرکت ها اومدن تحلیلی انجام دادن که میاد به شما یک سیگنال ورود میده برای اتر برای بلند مدت. بازم دارم تاکید میکنم ما فقط داریم با هم مرور میکنیم یه موضوعی رو که این هم اصلا تو اسکوپ این کلاس 0 تا 100 نیست. فقط دارم میخوام سعی کنم شما بیاین تو اتمسفر معامله گری حرفه ای. ببینید، گفته اتریوم به خاطر اینکه میزان کارمزدش بسیار بسیار ناچیز هست، یعنی نسبت به بقیه، اتریوم نسبت به بقیه کوین ها مبلغ کمیه این کارمزدش، خب جذابیت ویژه‌ای داره. به اضافه اینکه اومده تو بازه یک روزه و هفت روزه متوسط این مبلغ چیز کارمزدی که اخذ شده رو گرفته و رسیده به یه عددی که اتریوم در بالاترین رتبه توی کریپتوکارنسی ها قرار داره. گفته خب یک، این جذابیت داره با عدد ارقام صحبت میکنه. دو، میگه که بیشترین تعداد بزرگترین ترانزکشن های اتریوم بالای 100 هزار دلار 7 برابر کوچکتر از زمان مشابه در سال 2018 که یه ATH ساخته که توی همین تصویر هم شما مشاهده میکنید. سمت راست موس من اگر ببینید وضعیت فعلی قیمت و این تعداد تراکنش های بالای 100 هزار دلار و این سال 2018 که به همین 1200 دلار رسیده بود و داره تحلیل میکنه که هنوز وال های بزرگ و شرکت ها و کمپانی های بزرگ نیومدن تو دل این، یعنی اگر رسیده به اینجوری بگم راحت تره، اگر الان رسیده به 1400 دلار، بذار همین الان قیمت دقیقش رو بگم چون این فیلم ها ضبط میشه بعدا میخواین استفاده کنید دوچار مشکل نشین. میخواد بگه که الان اگر به این قیمت رسیده، این قیمتی بودی که همین سرمایه گذار معمولی اووردنش بالا، شرکت گونده‌ای مثل گری اسکیل و نمیدونم این شرکت های شبیه همین ونچر کپیتال ها و شرکت اتمیک، اینا باعث نشده که قیمت رشد کنه. چون اونا ببینید مثلا میان این وال شروع میکنن خرید کردن، یه دفعه کمک میکنه که قیمت یه پامپ اساسی انجام بده یا یه مقاومتی رو، یه سختی رو بشکنه که تکنیکالیست هم یه دفعه الرت بشن روش بیان شروع کنن خرید کردن. خب این همچنان داره این اپ من میچرخه، قیمت باز نشد. به لحظه که بازش من قیمت اتر رو میگم خدمتتون عرض شود که این یکی از فاکتورها. پس این دومی شد، این دومی، نه تا دیگه مونده. اومده گفته که هش ریت، این مفهوم هش ریت رو تو جلسه اول دیدیم دیگه توضیحش نمیدم،
مرسی آقای مهندس باقی، 1280 1279 دلار دیگه، من خب پس دیگه کاری به این اپ نداشته باشم. قیمت الانشه. پس میگه تا این 1270ی که اومده با یه البته 1400 هم رفت که به عنوان یه ATH جدیدش بود، اینا با پای پیاده اومده. کسی هولش نداده، کسی پامپش نکرده، کسی جمع نکرده تو بازی. حالا جلوتر جذاب میشه این مسئله. هش ریت هم توضیحش نمیدم چون قبلا گفتم هش ریتش تو وضعیت فعلی که الان موس من هم روش داره میچرخه 313 هش پر سکند، بالاترین مقداره و این داره نشون میده که هنوز هم مثلا چیز نشدن، این ماینرها خیلی نیومدن سمتش، یعنی باز هم، یعنی بازم داره تاکید میکنه این مسیر پیاده اومده خودش. بحث اینه که حدود 550 هزار تا آدرس فعال بر اساس 90 روز گذشته MA میشه Moving Average، که اینا رو تو تحلیل تکنیکال شما یاد میگیرین. حتما ازتون خواهش میکنم که اون صفحه ثروتیار aparat.com/ثروتیار اینجا هم دوباره مینویسم وارد شین و قسمت تحلیل تکنیکال رو یاد بگیرید، به خاطر اینکه به شما کمک میکنه یه سری این مفاهیم رو یاد قشنگ براتون جا بیفته. aparat.com ثروتیار، وارد صفحه ثروتیار میشین، بالا بر 1000 تا ویدیو رایگان گذاشتم اینجا، یه سریش خودم تهیه کردم، صدای خودم هم رو ویدیو هست، الباقیش هم که جمع آوری از جاهای دیگه اومده شیر شده. اینجا هم داریم میگه مووینگ اوریج 90 روزش بالغ بر 550 هزار تا آدرس فعال روزانه داره، که این year to dateش، یک سال اخیرش نشون میده که خیلی راحت اومده به یک حد اکثری رسیده. این مسیر رو شما دارین تماشا میکنین، چرا آدرس فعال اومده توش ایجاد شده، آدم هایی که دارن احساس میکنن این بازار جذاب شده واردش میشن. میگه که بیش از 1.2 میلیون دیفای، دیفای هم تعریفش جلسه دوم انجام دادیم. اینا رو هی میخوام تعریف کردن یه دقیقه یا ولی میخوام توضیح بدم که شماها براتون جذاب بشه. عرض شود که 1.2 میلیون آدرس توی یوزر توی دیفای وجود داره، که عرض شود این توی این نمودار میبینید و اینکه یک نمودار سهمی رو به رشد هست و نشون میده که این تازه اول راه برای رشد. 1.2 میلیون نفر توی یوزر توی دیفای، این روش تأمین مالی بود که با هم چک کردیم، این عدد عدد بسیار بسیار خوب و جذابیه و اینکه میبینید این مسیر داره رشد میکنه. خدمتون عارضم که این دلیل پنجم بود. دلیل ششم میگه که بیش از 25 میلیون دلار لاک شده توی پروژه های دیفای و 21 پروژه متفاوت پروژه از این طرحهای دیفای بالغ بر، این عکسش هم اگر میومد خوب بود، بذارید من یه بار دیگه، امیدوارم که این نرم افزاری که من فعال میکنم بعداً به مشکل نخوریم، این چیزا مهمه، میخوام اونا رو ببینید حتما. که میگه بالغ بر 25 میلیارد بیلیون میشه دیگه، میلیارد دلار، که TVLش، این اصطلاح رو گوشه ذهنتون داشته باشین، این اصطلاح خیلی مهمه، میشه Total Value Locked. حالا این عکس دیگه، من نمیتونم رو اتر و BTCش کلیک بکنم. میگه این میزان رسیده به عدد 25 میلیارد دلار توی این طرح‌ها و اینکه در 21 طرح دیگه، این 21 از این طرح‌های مربوط به خدمتون شود پروژه دیفای 100 میلیون دلار هست، که این نشون میده که اکوسیستم این حوزه تأمین مالی داره بالغ میشه. و دقت داشته باشیم که
یه دونه مقاله من کار کرده بودم، لینکش هم خدمتتون داده بودم، که هشدار داده بودم. یعنی حالا برای از نظر بیشتر مقاله ای بود که یک خطر جدی در مسیر فعالیت بانک ها و بازارهای سرمایه به همین روش سنتی گذشته است. چرا؟ چون یه چیزای ابزار جدیدی اومده که طرف در حد 1-2-3 داره تامین مالی انجام میشه. روی پروژه های دیفای با هم صحبت کردیم، اشاره شد که اینها حتی کمتر از 1 ساعت تامین مالی انجام میدن. واقعا دوستانی که الان مثلا تو حوزه شرکت داری تو این گروه فعال هستن، خیلی خوشحال میشم که به این مسئله اشاره کنن که اگر یک کسی بخواد یک وامی از یک بانک بگیره چقدر زمان میبره، یا اینکه تجربه شخصی خودشون رو در مورد شرکتشون بگن یه وام بزرگی که گرفتن چقدر زمان برده، از تایمی که به بانک مراجعه کردن تا زمانی که پول به حسابشون ریخته شده. اگر ممنون میشم این مشارکت وجود داشته باشه. ممنون میشم. بله بله دوستان دارن تایپ میکنن. چقدر طول کشید از زمانی که درخواستشون رو به بانک دادن، یعنی پرونده رفتن تشکیل دادن، مدارک رو کامل کردن، ضمانت ها رو بردن، ارزیابی وسیقه انجام شده، تا زمانی که ما به کلی دوندگی رو برای شرکت بعد از چهار ماه. خانم صحراگرد میفهمن 2 هفته. خب ببینید 2 هفته تا 1 ساعت، بهترین زمان 2 هفته بوده و الان میفهمم بعد از 4 ماه. این عددان خیلی با هم چیز داره. احتمالا خانم صحراگرد یه آشنایی هم دارن دیگه، 2 هفته ای تونستن وام بگیرن. ولی خب ببینید این زمان زمان زیادیه برای کسب و کار، هزینه فرصت از دست رفته. تازه حالا بیا بره پرفورما بر کنه، ببینم چه میدونم جنس از کجا میخواد.